آیا صحیح است که یک بار نماز صبح حضرت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم قضا شد؟ این مثلا یکی از مباحث فقهی و مرتبط با مباحث کلامی است که روایات هم در این زمینه وارد شده، اما فقه در آن اتفاق نظر ندارند. ادعای به جهت تعارض با ادله دیگر و تنافی با عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم چنین روایات را غیر قابل پذیرش می‌دانند و ادعای دیگر به خاطر وجود سنت معتبر و با توجه به اینکه در متن بعض از آنها اشاره شده که این قضیه به خاص خداوند متعال اتفاق افتاد و باعث رحمت برای مردم بود، میگویند هیچ منافات با ادله دیگر و با مقام والای عصمت آن حضرت ندارد و آن را میپذیرند. سلام، به یکی دیگر از ویدیوهای نکست میدیا خوش آمدین. برای دانستن جزئیات بیشتر در این مورد نکست میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بدین. همچنان برای حمایت از ما ویدیو ما را لایک کنین. این مسئله یکی از مباحث فقهی در مرتبط با مباحث کلامی است و بیان تفصیلی آن در اینجا ممکن نیست. آنچه می توان به صورت اشاره بیان نمود بدین قرار است که روایات هم در منابع شیعه و هم در منابع سنی وجود دارد که بیان کننده این اتفاق می باشند و بعض از آنها اسناد معتبر دارند، مثل روایاتی که در کتاب شریف کافی از امام صادق علیه السلام آمده که راوی می گوید از امام صادق علیه السلام شنیدم که فرمود رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم یک روز در وقت نماز صبح خواب ماندن و در حقیقت خداوند تبارک و تعالی ایشان را به خواب بردن تا آفتاب طلوع کرد. این کار رحمت خدا بود بر مردم تا هرگاه کسی برای نماز صبح خواب ماند و دیگران او را برای این اتفاق مذمت کردند و به او گفتند تو در نماز تقوا نداری، پس این کار پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم الگو و سنت شده. پس اگر شخص به شخص دیگر بگوید در وقت نماز صبح خواب ماندی، در جواب او بگوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هم در وقت نماز در خواب ماند، پس این کار پیامبر الگو و رحمت شده. خداوند با این کار این امت را مورد رحمت قرار داده است تا او بتواند با یادآوری خواب ماندن رسول خدا از سرزنش آنها رهایی یابد. در برابر این روایت و روایات معتبر دیگر که در این زمینه داریم، ادله دیگر وجود دارد که متعارض با این روایات به نظر می رسند. مثلا اول، روایتی که دلالت بر معصوم بودن پیامبر و اهمه می کنند. از جمله روایتی که در آن امام صادق علیه السلام حضرت علی علیه السلام نقل می کند که حضرت فرمودند از صفات امام این است که از تمامی گناهان صغیره و کبیره معصوم باشد، در فتوا دادن هیچ اشتباه نکند، در جواب سوالات خطای از او سر نزند و در هیچ یک از امور دنیوی سهو یعنی اشتباه و فراموشی یا بیهودگی در او راه نیابد. دوم، روایاتی که بیان می کنند و چشمان امام می خوابد اما قلبش نمی خوابد. سوم، دلیل‌های عقلی که علما برای اثبات عصمت پیامبر بیان می‌کنند، مثل این دلیل که می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای هدایت مردم مبعوث شده و رفتار او باید طور باشد که مردم او را به طور کامل بپذیرند. کوچکترین خطا یا اشتباه پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم را از درجه اعلای اعتبار پایین می‌آورد و هدفی که پیامبر برای آن مبعوث شده تأمین نمی‌شود. لذا خداوند متعال کسی را به عنوان رابط خود با مردم انتخاب نمی کند که با خطا یا سهوی که مرتکب می شود مردم از او دور شوند و غرض الهی محقق نشود، بلکه وقت خداوند امر به اطاعت بیچون و چرا از کسی می فرماید باید تمام حرکات و اعمال او قابل الگوگیری و تبعیت باشد و کسی که اشتباه می کند از چنین قابلیت برخوردار نیست.
چهارم، دلیل دیگر اجماع و اتفاق همه علما بر عدم اشتباه و خطای پیامبر است. از این رو فقها در برخورد با این روایات دو گروه شدند. الف، عده‌ای از فقها روایت قضا شدن نماز صبح پیامبر را باعث قطعی نبودن سند و یا احتمال خطای روایان و یا جعل روایان و یا به جهت تقیه و یا مخالفت با ادله قطعی دیگر قبول نکردند، مانند صاحب جواهر رحمت الله علیه و صاحب حدایق رحمت الله و شیخ انصاری رحمت الله علیه. بی در مقابل عده دیگر فقها این روایت را پذیرفتند و آن را معارض و مخالف با ادله دیگر و نیز منافی با عصمت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نمی دانند، مثل شیخ صدوق که در زیل یکی از این روایات به شدت از آنها دفاع می کند و بین سوء شیطانی و غیر از آن فرق می گذارد، و شیخ مفید که برخلاف شیخ صدوق فرق می گذارد بین سهو پیامبر و خواب ماندن ایشان. شیخ مفید سهو پیامبر را رد و از کلام ایشان این طور فهمیده می شود که خواب ماندن پیامبر را قبول می کنند. شهید اول نیز بعد از بیان یکی از این روایات می گوید: کسی را نمی شناسیم که به خاطر توهم مخالفت این روایات با عصمت آنها را کنار گذاشته باشد. شیخ بهایی می گوید اصحاب این روایات را قبول کردند و این نشان دهنده این است که بین خواب پیامبر و سهو آن حضرت فرق گذاشتند و طبق آن فتوا دادند. مرحوم مجلسی نیز این روایات را پذیرفته است. در پایان تذکر می دهیم که علاوه بر ارائه دلیل های ذکر شده، نباید قطع به وقوع چنین اتفاق حاصل شود، چون به هر دلیل احتمال خدشه در روایات می رود و درباره مقام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم باید با دقت و احتیاط بیشتر بحث نمود. بله، ای بود ویدیوی امروز ما. برای ویدیوهای بیشتر نکست میدیا را سابسکرایب کرده و زنگوله را نیز فشار بدین تا از ویدیوهای بعدی ما آگاه شوین، و برای حمایت از ما کافی است ویدیو ما را لایک و شیر کنین. نظریات زیبایتان را هم میتونین در بخش کامنت بنویسین. خدا نگهدار شما.